بچه ها سلام، وقتتون به خیر باشه. امیدوارم که روزهای خوبی رو سپری بکنید. تا آخر فصل 3 رو خدمت شما گفتیم، اومدیم برای فصل 4، فصل فیزیک مدرن و انرژی هسته‌ای یا فیزیک هسته‌ای. خب، تا سال 1890 دانشمندان فیزیک فکر میکردن که هر پدیده‌ای در عالم رو میتونن توضیح بدن، توجیه بکنن و دیگه علم فیزیک به آخرش رسیده و هیچ مشکلی وجود نداره و مسئله جدیدی وجود نداره که این دانشمندان باهاش دست و پنجه نرم بکنن. همون سالها 3 پدیده باعث شد تا فیزیک تا اون زمان که بهش میگفتن فیزیک کلاسیک زیر سوال برود. اون 3 پدیده اینا بودن. ببینید، اولین پدیده ای که فیزیک کلاسیک رو زیر سوال برد پدیده تابش، یا حالا اسم دیگرش یا پیشرفته ترش تابندگی. دومین پدیده پدیده فوتو الکتریک و پدیده سوم طیف گسسته عناصر. حالا شما ممکنه بگین فیزیک کلاسیک چیه؟ ببینید بچه ها، فیزیکی که توش فیزیک نیوتونی هست، نظریات ماکسول هست، نور هست، بعد قوانین الکترومغناطیس هست، به اینها میگن فیزیک کلاسیک. این 3 پدیده که ما فقط این 2 رو میخونیم تو کتاب درسیمون، یه جورایی باعث شدن این اطلاعاتی که تا اون سال بودن و این قوانین زیر سوال بره. حالا می‌خوام یکی یکی این پدیده‌ها رو بررسی بکنیم. پدیده فوتو الکتریک اولین پدیده‌ایه که ما می‌خوایم بریم سراغش و راجبش حرف بزنیم. تعریف پدیده فوتو الکتریک چیه؟ ببینید بچه‌ها، فرض می‌کنیم ما یک فلز داریم. اگر که نوری با بسامد کافی بتابونیم به این فلز، میتونیم این الکترون بچه این الکترون رو ازش بکنیم. این انرژی با بسامد کافی. خب، این پدیده رو بهش میگن پدیده فوتو الکتریک و این الکترون اگر حرکت بکنه بهش میگن، یا اگر حرکت هم نکنه اصلا به این الکترونی که کنده میشه میگن فوتو الکترون. فیزیک کلاسیک از توجیه این پدیده درماند. چرا؟ برای اینکه فیزیک کلاسیک میگفت که چیزی که باعث کندن الکترون میشه بسامد نیست، شدت تابشه. در صورتی که توی آزمایشگاه وقتی شدت رو تغییر میدادن میدن اتفاق حاصل نمیشه مگر اینکه بسامد لازم برای کنده شدن وجود داشته باشه. حالا چجوری این پدیده توسط آقای انیشتین توجیه شد؟ ما باید بریم سراغ نظریه آقای ماکس پلانک و نظریه کوانتومی آقای پلانک. آقای پلانک میگه بعضی از کمیت‌ها در عالم هستن که کوانتومی‌اند. مثل چی؟ مثل مقدار بار که شما میگی مقدار بار هست Ne. N عدد صحیحه، مثلا 1، 2، 3 الی آخر. شما هیچ وقت نمیگی که 5.5 تا الکترون، 6.2 الکترون، معنی نداره. به این کمیت میگن کمیت کوانتومی. یا مثلا شما اگر که آهنگی رو بنوازید توی موسیقی، بسامد صدای شما مثلا تو اون تار یا ستار علیک چه این رابطه‌ای به دست میاد. بسامد انوم ان تا اف یک. این اف باز عدد صحیحه، 1، 2، 3 الی آخر. به این هم میگن کمیت کوانتومی. آقای ماکس پلانک گفته که انرژی هم مثل این کمیت ها مقدار کوانتومی داره، مقدار گسسته داره. مثلا انگار که شما فرض کنی انرژی اینجوری مثل دونه های تسبیح میمونه، هر کدومش به اندازه 1 HF
که بهش میگن یک فوتون. E مساوی HF که بهش میگن یک فوتون. حالا H چیه؟ H ثابت پلانک بچه ها که مقدارش هست 6.63 ضرب در 10 به توان منفی 34 جول ثانیه. F چیه؟ F بس آمده. پس اگر من بخوام اینا رو معرفی بکنم میتونم بگم این انرژیه، این که ثابت پلانک، اینجا نوشتم براتون F هم که بس آمده. خب حالا اگر که من بخوام این عدد ثابت پلانک رو تبدیل کنم به واحد الکترون ولت ثانیه چه کار باید بکنم؟ چرا این کار رو بکنم؟ برای اینکه ژول داره این انرژی زیاده، الکترون ولت مناسبه. میام میگم همین HF رو دارم، اینم ننوشتم اشکالی نداره. خب میتونم بگم که من H رو می نویسم 6.63 ضرب در 10 به توان منفی 34 تقسیمش می کنم به بار یک الکترون، 1.6 ضرب در 10 به توان. خب عددی که به دست میاد میشه 14 ضرب در 10 به توان منفی 15 الکترون ولت ثانیه. خب حواستون باشه، پس هر وقت، این به طور کلیه، هرگاه بخواهیم ژول را به الکترون ولت تبدیل کنیم، عدد ژول را به 1.610 به توان منفی 19 تقسیم میکنیم و بالعکس. اگر بخواهیم الکترون ولت را به ژول تبدیل کنیم ضرب میکنیم. خب این رو حواستون باشه. حالا آن ممکنه بگید اینا رو باید حفظ باشیم؟ نه، اینا رو سر امتحان به شما میدن. فرض کنیم که حالا این رو یاد گرفتیم، میخواییم ببینیم که اثبات آقای انیشتین چی بود. آقای انیشتین در مورد فوتو الکتریک اینجوری گفت، گفته که این اون صفحه فلزی ماست، اگر که من یک نور با انرژی کافی یعنی E مساوی HF بتابونم، اتفاقی که میفته اینه که اگر این E فقط به اندازه کندن الکترون، فقط کندن الکترون رو جبران کنه، به این میگن تابع کار. تابع کار اون وقت اینجوری حساب میشه HF0. خب به این FSF میگن چی بچه ها؟ به این FSF میگن بسامد آستانه. خب که هست W0 تقسیم بر H. حالا و اگر هر بسامدی بدیم ما بیشتر مساوی FSF باشه، پدیده فوتو الکتریک اتفاق میفتد. فوتو الکتریک اتفاق میفتد. پس آنچه که مهمه در پدیده فوتو الکتریک شدت تابش نیست، بلکه مقدار بسامدیه که ما به اون فلز میدیم. حالا اگر که از شما بپرسن طول موج آستانه چیه، میایم میگیم که مگه F نیستش سی لاندا اون؟ اگه اینو قرار بدیم توی مثلا این رابطه ستاره، در ستاره قرارش بدید، لاندا صفر میشه HC بر روی W صفر. به این میگن طول موج آستانه. حالا اگر لاندایی کمتر از کمتر یا مساوی لاندا صفر باشد، پدیده فوتو الکتریک اتفاق میفته. اگه بیشتر از لاندا صفر باشه اتفاق نمیفته. پس اگر من انرژی که میدم بیشتر باشه از W صفر، یه مقداری صرف انرژی جنبشی میشه.
یعنی من میتونم بگم HF پس W صفر به علاوه K، یا اینجوری می نویسم K مساوی است با HF منهای W صفر. K انرژی جنبشیه، به این K میگن انرژی جنبشی. خب حالا میخواییم ببینیم که این البته برای رشته ریاضیه، تا اینجا رو تجربی ها بدونن کافیه. این قرمزی که اینایی که پایین نوشتم بول بچه رشته ریاضیه و تجربی ها احتیاجی ندارن. حالا اگر شدت تابش رو زیاد کنیم چی میشه؟ شدت تابش قبلا فکر میکردن انرژی جنبشی رو زیاد میکنه، در صورت این تو آزمایشگاه دیدن شدت تابش فقط تعداد فوتو الکترون ها رو زیاد میکنه. حالا اینها رو از روی کتاب هم با هم میخونیم و هم برای شما توضیح میدم.